در سیدی‌های آموزشی بعدی از خواص فیزیکی و شیمیایی یونالیت بیشتر صحبت خواهیم کرد و در این قسمت به معرفی ابزارها و دستگاه‌هایی می‌پردازیم که با اونها میشه روی یونالیت کار کرد. برای برخی برش‌ها مثل خط راست روی ورق‌های 1 سانت یا 2 سانت میشه از تیغ موکت بری استفاده کرد. البته باید کاملا تیز باشه و با زاویه خیلی کم اونو برش داد تا لبه‌های اون صاف در بیاد و کمی قلق داره. برای برش یونالیت بعضیا از اره موی استفاده میکنن که لبه‌های جسمی که برش میدن صاف در نمیاد و باید سنباده بخوره و کمی قلق داره. روش بعدی برش یونالیت با یک سیم داغ هست، یعنی هات وایر. اساس اولیه دستگاه‌هایی که ما آموزش خواهیم داد با این سیستم خواهد بود و ساده‌ترین طرح این دستگاه به صورتی که در شکل مشاهده می‌کنین هست. نمونه‌های دیگه هم که از اینترنت تهیه شده می‌تونین در این قسمت ببینید. در سی‌دی‌های بعدی توضیح بیشتری راجع به اونها خواهیم داد و راجع به ساخت هر کدوم از اونها اگه سوالی داشتین می‌تونین با ما تماس بگیرید. در این قسمت چند تا از نمونه دستگاه‌هایی که داریم اونها رو تولید می‌کنیم و شما به زودی می‌تونین یکی از اونها رو داشته باشین مشاهده می‌کنین. برای شروع یک پروژه یونالیتی ابتدا باید طرح رو یونالیت پیاده کرد. برای این کار چند روش وجود داره. روش اول اینه که اگه قدرت تجسم خوبی دارین مستقیما شروع به برش میکنین.
روش دوم اینه که اگه نمره خط و نقاشیتون خوبه، میتونین مستقیما روی یونولیت با یک قلم مثل خودکار، روانویس یا ماژیک وایت بورد یا مداد حاشیه نرم طرحتون رو بکشین و بعد برش بزنین. روش سوم، طرح رو روی مقوا یا شومیز میکشین و دور اون رو با قیچی برش میزنین و سپس روی یونولیت چاپ میکنین. روش چهارم، طرح روی فیلم رادیولوژی برش میزنیم و سپس با قلمو و مقداری رنگ یا مرکب اونا روی یونولیت چاپ میکنیم و بعد برش میزنیم. روش پنجم، با دستگاهی مثل اوپک یا اوورهد یا پروژکتور و اسلاید طرح رو به اندازه دلخواه بزرگ میکنیم و سپس روی یونولیت اونا با قلم طراحی میکنیم و بعد برش میزنیم. روش ششم، طرح رو با کامپیوتر طراحی میکنیم و به دستگاه CNC تحویل میدیم و بقیه رو میذاریم به عهده کامپیوتر و دستگاه CNC. همیشه حرف آخر رو کامپیوتر میزنیم.
کم کم شما دارین به دنیای شگفت‌انگیز کار با یونولیت وارد میشین و میتونین با خلاقیت خودتون روش‌های دیگه‌ای رو هم پیدا کنین یا از استودیوهای آموزشی ما استفاده کنین و روش‌های دقیق و کامل رو در کمترین وقت و با پایین‌ترین هزینه یاد بگیرین. در قسمت بعد شما رو با خلاصه ای از روش‌های رنگ‌آمیزی آشنا می‌کنیم تا کار برش خوردتون رو زیباتر کنیم. معمولاً هرچه حروف درشت‌تر باشه از ورق ضخیم‌تر استفاده می‌کنیم. البته اگه قرار باشه روی و کناره حروف یک رنگ باشن، قطر زیاد از وضوح حروف کم می‌کنه و برای حالت‌های فانتزی‌تر می‌تونیم کناره حروف رو یه رنگ متضاد و معمولاً روشن بزنیم تا حروف واضح‌تر دیده بشن. در سی‌دی‌های آموزشی بعدی انواع حروف فانتزی ساده و جداره‌دار با رنگ‌ها و اکلیل‌های مختلف آموزش داده خواهد شد. در این قسمت چند سانت اون طرف‌تر از تمام حروف رو برش میزنیم و سپس شروع به برش تک تک حروف میکنیم. معمولاً سرعت برش حروف همین اندازه است که الان در تصویر می‌بینید. خب از این قسمت فیلم رو یه مقدار تندش می‌کنیم تا وقتتون گرفته نشه. در این قسمت نقطه هاشو داریم برش میزنیم، چون باید حالت مربع باشه از این خطکش گونیای رومیزی استفاده میکنیم و بعد از تنظیم فاصلش با المنت نقطه ها رو به صورت مربع برش میزنیم. برای رنگ‌آمیزی حروف میتونیم از رنگ‌های پلاستیکی یا رنگ گواش استفاده کنیم و با یه قلموی نرم این کار رو انجام میدیم. اول کناره حروف ما داریم رنگ میزنیم و میذاریم کامل خشک بشه. اگه کناره حروف خیس باشه موقعی که میخوایم رنگ روی حروف رو بزنیم با همدیگه ترکیب میشن و کشیده میشن به طرف همدیگه و لبه‌های حروف دو رنگ میشه و خراب میشه. برای رنگ‌آمیزی روی حروف هم وسایل مختلفی هست که در اینجا داریم از قلمو استفاده می‌کنیم.
حالا این حروف آماده شده رو میخوایم روی یک ورق ساده بچسبونیم. اول حروف رو تقریبی میچینیم و ببینیم جاش کجا هستش. تنظیم مجدد میکنیم و برای اینکه صاف و در روی یک خط باشه با متر چند تا علامت میزنیم و حروف رو سر جای خودشون نسبت به اون خط زیر میچسبونیم. از چسب چوب استفاده میکنیم برای چسبوندن این حروف، که البته از چسب تفنگی که چسب حرارتی هم هستش از اونم میشه استفاده کرد که سریعتر و بلافاصله خشک خواهد شد و سرد خواهد شد. به همین راحتی تابلومو تموم شد. چند تا از نمونه کارهای دیگه‌ای که میشه با یونولیت ساخت و به علت مشکل فضای لازم برای ساخت اونها و نگهداریشون به صورت نمونه فعلا نیست و در صورت نیاز یا سفارش داشتن میتونیم مراحل ساخت اونها رو فیلم برداری کنیم، تهیه کردم و انشالله به زودی یا نمونه کوچک اونها رو تهیه و فیلم برداری میکنم یا در ابعاد بزرگ اون. فعلا شما رو به تماشای آخرین قسمت این سیدی و نمونه کارهای قدیمی ترمون دعوت میکنم و به امید دیدار و تماس شما با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.